سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیوی دیگه. من کیمیام. منم امیدم. امروز اومدیم به ترک خاطره انگیز جیب بابا از هیچ کس فیت با پیش رو ریاکشن بدیم. کاوریش که همون کاور است که از اون یکی آهنگی که با هم خونده بودن و ما بهش ریاکشن رفتیم. بازم کلان. گفته بودیم که بازم کلان یه کار باحال و فان بود از همکاری این دوتا. الان میخوام به یه کار یه نمه جدی‌ترش مثلا ریاکشن بریم. اون سری گفتیم. یادته؟ خیلی بهم میاد. سانه زوج کاری خیلی خفنی بود. آره. مصاحبه من و تو با رضا پیشرو دیدی؟ مصاحبه من و تو نه. رضا هیچ کس چی میگفت؟ میگفت که تصویرشو گذاشته هیچ کس، ولی وقتی اومده بود یه سال پیش یه همچین چیزی تصویرشو گذاشته؟ تصویرش. تصویرش. خب تصویرشو گذاشته. گوشایی قویه. شنوایی. باشه حالا تو کامنت ها شنوایی. ببین خیلی باحال بود. واقعا پیشرو که از قدر شناس ترین کسایی که من میشناسم واقعا، میدونی؟ من تو دیسترکاشم که مثلا هیچ کس مورد دیس قرار داده بود اینو فهمیدم. بعد کی کسی که این همه تهاجمیه اینقدر هم قدر شناس از اون طرف؟ اصلا یه شخصیت جالبی داره. اومده بود میگفت که واقعا هیچ کس تاثیرشو گذاشته توی رپ، استاد خودم بوده. من یکی از شاگرداش بودم. ببین چقدر متواضعانه. من یکی از شاگرداش بودم. ببین اینجوری میگفت. بعد میگفت که اومده بود اینجا، در زندگی خودش هم در زندگی خودم هم اینجا، و اومده بود اینجا بهش گفتم که بیا تو آلبوم من مثلا یه همکاری داشته باشه اینا. گفت که یه سری کارایی هم برای خودم که نمیتونم همکاری قبول کنم. بعد دیگه از اون موقع منم چیزی بهش نگفتم راجع به همکاری. اینجوری گفت. گفتم که اینو بگم حالا به کیمیا چون مطمئنم اون ندیده اون مصاحبه رو. چرا درگیره چه سری کارهایی هستی که نمیتونی بیای به یکی از قشنگترین چیزایی که میدونی همه آدم های ایران منتظرشن انجام بدی؟ کل ایران یعنی ببین درگیره چه کاری هستی؟ بهتره درگیره پروژه ناسا باشی چون تنها چیزی که مهمتر از اینه. ببین یعنی فیت تکناین و پیشرو یاس چجوری قراره بتره کنه؟ دقیقاً چجوری؟ اگه هیچ کس بیاد یه همچین بمبیه. چرا این کارو نکرد؟ نمیدونم. حتما دلیل قانع کننده‌ای داره دیگه. بالاخره اونم یه آدمه. ممکنه دلایل شخصی، دلایل کاری. شخصی دیگه اگه کاری بوده حتما گفته میشد ما منظور هم میدونست، ولی شخصی بوده که حتی پیشرو هم نگفت چیزی راجع بهش. بریم سری رو داشته باشیم. یکی از ترک‌های خیلی باحال و خاطره انگیزه شده. کاورش بال باله، همون کاور بازم کلانه که الان دقت کردم چه کاپشنای کلوفتی پوشیدن. دفتر چاینه ماشملو شدن. سروش میدونی که این روزا دیگه همه دستشون تو جیب بابا هست. آره خود باشید. مثل ما نیستن که. ولی خب باید باشید. صدای هیچ کسه؟ آره. اون خود وکیلی. سعی میکنه که مثلا خش نداشته باشه صداش. به زور میتونه. آه! اون خود وکیلی. میباره از چشای عبری منش که برفتن که. ولی خب باید باشید. میباره از چشای عبری منش که برفی. یه چی که به من میگه دیگه خنده تردیم. یه جنگی بالاتر جنگی شمشی که میگه تردیم. یه زنگ تردیم. میباره از چشای عبری منش که برفی. یه چی که به من میگه دیگه خنده تردیم. یه جنگی بالاتر جنگی شمشی که میگه تردیم. یه زنگ تردیم. رضا به خواه سلام بارسا چلو آینه رضا ببین دنیای ناکس و دوباره چاچش. من همونیم که بودم تو خیابونا بارکش و سری که نمیخواست نرش دست بکنه تو وارکه. اگه آرشه زندگی رو تهدید میکنه به ماشه. اگه پاشه من پاشدم بسته تنه پاشه چون رفتم تا های زجر و نفس بر صابه. من زندم پس بزن تا عبد حرف بزن صابه. وارست به سر تاجه چه دست به سر خانه خیلی بس. میگه من زندم پس بذار تا عبد حرف بزنه صامت. بعد جواب کردی کار با چه کورس نازی شروع شد. باشه چون رفتم تا های زجر و نفس بر صابه. من زندم پس بزن تا عبد حرف بزن صابه. وارست به سر تاجه چه دست به سر خانه خیلی وقت اگه ساکت چون خنده کر صابه. پسر رضا تو خونش نداره تا با سر صابه. تا اینجا هم اومده که اهدهات رو پر کنه. مشکلات رو قوب کنم اون جایی که هستش. پشت کار گم شده هنوز جاری وقته. من کمکت میکنم و میشه آویز مرز راه حل و بهت میگم چون من حالی بچه. میباره از چشای ابری منش که برفی. یه چی که به من میگه دیگه خنده تردیم. یه جنگی بالاتر جنگی شمشی که میگه تردیم. یه زنگ تردیم. میباره از چشای ابری منش که برفی. یه چی که به من میگه دیگه خنده تردیم. یه جنگی بالاتر جنگی شمشی که میگه تردیم. یه زنگ تردیم. من با پوتین بزرگ شدم و کلا بوده سر رفیق تنهایی و من خدا بوده فقط. دلم از کف خیابونم آسفالت تره با لطافت و نرمی هم آشنا. چرا هرکی بوده به آسفالت علاقه دار؟ چرا آسفالت؟ خیابون و این چیزا دیگه. بعد کلا رو داری سرش؟ من با پوتین بزرگ شدم و کلا بوده سر رفیق تنهایی و من خدا بوده فقط.
دلم از کف خیابونم آسفاد تره باله توفت و نرمیم آشنا نه تکی بد باشم نه اینم فکر بقیه از همه فهمی کنم آدم خوب شکل پریه من قول دیدم خوب دیدم آدم خوب آره که خیلی بد و بو میدم اما تو پیدن چه فایده من قول میدم چی دیدم؟ چقدر قشنگ گفت اولش که گفت الان دیگه میدونی که همه دستشون تو جیب بابا است مثل ما نیستن که داره راجع به این صحبت کنه که همه دیگه دستشون تو جیب بابا است و اینا ولی مثلا میخوان با این آهنگ یه جور تحریک کنن اون موقع جوونا رو که میخواستن این کار رو بکنن که مثلا روپا خودشون بیستن کار باحالی سعی کردن بکنن اون موقعی که خودشون تازه اول کار بودن ولی فکر خوبی داشتن ببین اینجا گفتی چی میگه نگاه کن میگه آدم خوب شکل بقیه میگه همه فکر میکنه آدم خوب شکل پریه است اما سمه فهم میکنم آدم خوب شکل پریه من قول دیدم خوب دیدم آدم خوب آره که خیلی بد و بو میدم میگه من قول دیدم خوب دیدم آدم خوبایی که خیلی وقت بو میدم میگه من قول خوب دیدم آدمی که بهش نمیخوره ولی آره آدم خوبی دیدم و آدم خوبایی که آدم خوبی نیستن دیگه باطن بدی دارن بو میدن یه بار دیگه گوشم چه خیلی قشنگه واقعا این دیگه نه که بد باشم نه اینا فکر بقیه از همه فهمی کنم آدم خوب شکل پریه من قول دیدم خوب دیدم آدم خوب آره که خیلی بد و بو میدم اما تو پیدن چه فایده شد بعد یا قایم شد پشت پول و من خوش به زور میمونم تو چرکای دلم خوش سور پیش فسنگی بر نداشتم که نتونم پرد کنم رو پاهم باید سادم و الانم مرد شدم مردم بهم یاد دادن اعتماد رو ترک کنم شاید خوشایند نیست ولی حقیقت داره تعجب نکن اگه یک شبی من باشه میباره از چشای عبری مشک برفی چی که به من میگه دیگه خمر تقدیم یه جنگی بالاتر جنگ شمشی که میگه تقدیم یه زنگ تقدیم میباره از چشای عبری مشک برفی چی که به من میگه دیگه خمر تقدیم یه جنگی بالاتر جنگ شمشی که میگه تقدیم یه زنگ تقدیم من واقعا این کورس رو دوست دارم کورسش مثل آهنگای رپ دیگه که تا الان شنیدم نیست کورس خیلی باحالی داره کورسش یه جوری آرومه ولی حالت آکوردش رو انگار با اون پیانوهایی که تو کلیسا ها میزنن میگره لوله کورس کلا خیلی چیز بود کورس خیلی باحال بود دقیقا واقعا کار خاطر انگیز واسه خیلی واسه من خاطر انگیز بودن شما هم در کامل جنبه خیلی خفن بودن کار من هر چیزی که میگن رو از اون موقع دار یادن میاد و لیریکی ندارم نمیدونم شاید خیلی جاهاش اشتباه مثلا شنیده باشم و تو یادم مونده باشه دارم میگم نمیدونم همینجوری داره یادم میاد فقط من از آنفریه متولد دهه شستم اونی که میخواد به دشت پیرون از حقه تف از قره من استفاده کن در حده جنج وصله من اینه بسته تفقره رنج رنج رو بس به در تو سپرش دسته و میاد و غرق پول میکنن تا بشی مرد رو بری کله بوک بیش نمیشی بچه جون بگو شباحت بابا با چیه جز رنگ خونی گرچی بود بذاریم و سفرده های دیگه میخوام از درام بکشی پیرون از بابای پیره چون واسه رسیدم به خواسته ها تو تنها مانه میشه تو تنها میشی تا بفهمی سما مال کیه و این حرفا واسه چیه تو زش کماده میشه اون موقع میخواد داد بزنی از بالای ایفه ولی چون که نزهی بی پولی کرده پار سینه برو بالای برج میلاد تا هفته های دیگه میباره از چشای عبری مشک برفی چی که به من میگه دیگه خند تقدیم یه جنگی بالاتر جنگ شمشی که میگه تقدیم یه زنگ تقدیم میباره از چشای عبری مشک برفی چی که به من میگه دیگه خند تقدیم یه جنگی بالاتر جنگ شمشی که میگه تقدیم یه زنگ تقدیم کارش ممکنه از قبلی خورده جدی تر باشه که بود کار قبلی که از همکاری دوتاشون شنیدم که خیلی واقعا فان و باحال بود واقعا آره لذت بخش رو گوش کردمش این یکم حالت جدی تر و حالت فرهنگ سازی سعی می‌کرد داشت آره جدی اجتماعی بود دیگه محکمی بود و خیلی خیلی خفن بود واقعا خیلی از محبوبیتشون استفاده کرده بودن که یه حرف خوبی رو بکنم تو گوشی مثلا بچه های اون موقع بعضا واقعا باحال بود ولی واقعا فرق داشت با کار قبلی که از همکاری رو با هم دیدن خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما تلفنتون رو که لایک کنین بچه‌ها اون رو سابسکرایب کنین و اگه ویدیو دوست داشتید با
خودتون شیرش کنید. اگر سه با ما در ارتباط باشین و پیشنهاد خودتون رو واسه آهنگا یا هر پیشنهاد دیگه رو در چنل بهمون بدین، اینستاگراممون هست، برای ارتباطی بیشتر داخل دیسکریپشن میتونین پیدا کنید. براتون دو تا ویدیو خیلی خیلی باحال از کانال خودمون اینجا پیشنهادی میذارم. اگر دوست داشتین بعد از این ویدیو ببینین، حتما یکی از این دو تا رو به انتخاب خودتون نگاه کنین. من اینو پیشنهاد میکنم. و امیدوارم شما روز خیلی خوبی داشته باشین و تا ویدیو بعدی خدافظ. Tell me that you love me.